ماست و همیشه تو همه مسائل با ما بوده، با اینکه خودش تمام شادی ها رو به خونه شما آورده ولی همیشه و همه جا همراه بوده. دوست دارم از شهبال شهپره عزیز دعوت کنم. با سپاس و تشکر از تمام شما دوستان عزیز که اینجا هستید. آیده جان، تو اینجور موارد آدم نمیدونه که چی باید بگه. ما یه بخشی در موسیقی داریم که همیشه همه فکر کردن وقتی اونجا میرسی هیچی توش نیست، بهش میگه سکوت، که از تمام خطوط موزیک من فکر میکنم مهمتره. بعضی وقتا سکوت همه چیزو میگه. من چی باید بگم؟ چه گفتهی باید گفته بشه که تا حالا گفته نشده تو این محبته؟ برای چه هنرمندان که همشون اونجا همیشه به من گفتن شعبال میخوام برات بزرگ داشت بذاری. من گفتم هر وقت بزرگ شدم بهتون میگم برای من بزرگ داشت بذاری. هنرمند بزرگ داشت نمیخواد ولی آسایش میخواد. هنرمندای ما تنها قشر مملکتمون بودن از قدیم تا الان، هیچ وقت آسایش نداشتن. به دلیل اینکه نمیشناختنشون، زندگی اینا رو دنبالش نبودن بدونن کجاست. وقتی اینجا علی مراد رو داشتیم اینجا به خاک میسپردیم، من اینو گفتم. همه میپرسن آدرس هنرمندای ایرانی رو ما نداریم. گفتم هنرمندای ایرانی یه آدرس بیشتر ندارم، اونم همینجاست. تا موقعی که اینجا نرسیدن هیچکی قدرشون رو نمیده. همیشه سپورت هنرمندای ایرانی این بوده که بلیتشون رو بخریم بریم کنسرتشون، ما داریم سپورتشون میکنیم. دوستان عزیزم، شما علاوه این که سپورت نمیکنین اینا رو با بلیت کنسرت خریدن، دارید کارشون رو زیاد میکنید، یه خرجم میذارید رو دستشون. چرا؟ تمام کارهایی که برای شما کردن تا دم آخر اینا آسایش ندارن که آیا شما این بلیت رو میخرین یا نمیخرین. سه روز مونده به کنسرت، بله همه هجوم میخوام بیارم، نه. سپورت هنرمند اینه که قدرش رو بدونیم، زندگیش رو دنبال کنیم، این کجاست، چی کار میکنه. اینجا جایش یا نه هنرمند نیست که بیان یکی بگه من رفتم ختم فلانی یا خاک سپاری فلانی. اولا هایده جو، من که نباید به تو تسلیت بگم، فقط تسلیت مال تمام کساییست که هنرمند ها براشون شادی آوردن، زندگی آوردن. یه چیزی من اینجا بگم، توی کامنت هایی که گذاشته بودن، اولا محمود قربانی دوست صمیمی منه، من این شخص رو دوست دارمش و خوشحالم بگم که یکی از کسایی که اگر نمی بود خیلی کسا الان خواننده که هیچی اسم هنری هم نداشت. من تسلیت میگم من اونجا به شما من دو. ولی هایده عزیزم، همه این دوستان میدونن همین که مادر داره هیچ کنه، حتی در روزگاری که هستم دم اینقدر دل واپسم که هیچ وقت آرامش ندارم. ولی یه قسمتی هم بگم که بد نیست بگونی، تو کامنت هایی گذاشته بودم چون فامیلی شهرام، فامیلی پدر شهباله، واسه من کامنت گذاشته بودن چرا تو گذاشتی که این همسرت بذاره که این بره اونجا جایی که یه دفعه خدا نکرده هاییده. گفتم بابا من همسر من نیست هاییده، من فامن اسمم شهباله، شهبال اسم خانوادگی پدری هاییده، یعنی یه ازدواج اینجوری هم برای من درست کرده بودن. تو گفتم کاش که من یه سمی در زندگی خانوادگی رینا داشتم، چون بلاتره هرچی باشه همینجوری که علی رضا گفت اصلا
خانواده است دیگه. هنرمند کسی نمیدونم پسر کسی نیست، بابای کسی نیست، برادر یا خواهر کسی نیست. هنرمند جزء خانواده اینا هست، بخوان و نخوان. من در هر صورت یه نمیدونم تصریحات دوست ندارم بگم، ببخشید این زمان من یه ذره طولانی میکنم، ولی یه روزی داشتم تلویزیونه همیده، من تلویزیون وقت ندارم شب نگاه کنم، انقدر این جوانا مثل شهرام جون، من انقدر زندگی با اینا کردم که همیشه گفتم همه به من میگن شهرام تو پیر نمیشی، 81 سال دیگه کی میخوای پیر بشی؟ گفتم والا من وقت نمیکنم پیر بشم، به دلیلی که با این جوانا چجوری میخوای پیر بشی؟ چجوری میخوای پیر بشی؟ ممکنه یه روز زندگی تموم بشه ولی پیر نشدی. بعدش هم من میخوام ببینم اینه که اگر ما همیشه آرزو کنیم یه 200 سال 120 سال عمر کنه، یه همچین زیادم خوب نیست، برای اینکه اگر من الان 81 سال عمر کردم، تمام کسایی که 80 سال و نمیدونم 10 روز عمر کردن قبل از من رفتن، من ناراحتم، تمام این دوستان ما دست دادن. از اینکه من 200 ساله بشم، هر کسی که زیر 200 ساله از دوستان من اونا رو دست دادم، مثل این شهر رو میکشه. چرا این باید زودتر بگم؟ من هر چه عمر زیادتر میکنم کسایی رو که دوست دارم میگم قبل من دارم میرم. الان اینجا چند تا از دوستان من خوابیده باشم که بنا نبود اصلا قبل من باشم، اینه که همچین من ذوق نمی کنم که دارم عمر زیاد می کنم. عمر موقعی خوبه که تو سالم باشی و کسانی که دوست داری دور باشن. هر یه دونه از اینا که میرم تو احساس میکنی مثل این درختی که همینطور برداشت هم کمده میشه و آغازه این دونه چون خوش کنم. من در از صورت بازم تشکر بخوام بکنم از کسایی که باعث شدم یه همچین مراسمی تو این موقعیت بد روزگار ما. هایده جان یه تو نیستی که الان این حالی، میدونی که دور دنیا چقدر مادرها الان تو این حاله، ولی در هر صورت هر مادری برای خودش این درد رو داره، ولی تو باید یه قسمت خوشحال باشی. یک پسری داشتی که اینقدر کس دور دنیا توسش داشتن، این چه صافتیه؟ همه کس نداری، بیلیون ها دلار پول دارن، مردم ازشون متنفرن، نمیخوام ببینمشون. اما کسایی هستن هنرمندایی که ساکت دارن دور و برها زندگی میکنن، هیچ که ازشون خبر نداره، ولی وقتی میبیننشون آرزو میکنن که اینا رو ببینن. یه چیزی برای محمود عزیز بگم که اینقدر زحمت برای موسیقی ایران کشیده. محمود جان لاجوری همه دنبالشن، همه مینازن که آقا من یه ساعت دارم 18,000 دلار قیمتشه، ولی وقتی یارو رو این طرف رو میبینی میادم که میکنه ببخشید شهر اونجون میشه من یه عکس رو شما بنازم، این عکس داره میگه که این ساعت این چیزی که تو داری همه در کنار این لاکجوری، این خود هنرمند خودش لاکجوریه، خودش ارزش داره، کسی نمیتونه براش نکنه. من اینجا میخوام به تو بگم های دجا با تمام غمی که داری باید از این بابت خوشحال باشی که کسی رو به دنیا آوردی که طرفدار زیاد داره، درسته؟ انشاءالله که بتونی این همون باهاش کنار بیار، آرامش داشت باشت. این دوستایی که داریم همه به خاطر تو الان اومدن، فقط شهرام نیست، تو یادگار اونی برای همه ما. من دستم میبوسم، روتم میبوسم، انشاءالله که دوستان عزیزم من رو ببخشن اگر راجع به سپورت اونا رو گفتم، ولی تو راست گفتم. مرسی، ممنونم، مرسی. برمیگردیم اون بر سره، اوکی؟
دلت بعد راه نده، تلفن و جواب نده، هیچ حرفی رو باور نکن، عادی کسی حرفی زده، غریبه ها منتظرم، تو ما رو از با درارم، به هیچی اعتنا نکن، تو خودشو کم میارم، زهر سازی کردم، که منو بیش از اسم تو خراب کنم، اما شون نامردم، اونا میخوان شادیه، عشقمونو عذاب کنم. بفهمید لطفا سر جاهاتون بشینید.